بله سلام علیکم. درود بر شما. خدمت شما شود که ببینید ما بریم بحث رو ببریم به تشکیل اسرائیل. ببینید مارتین بورمن که خودش یک یهودیه میگه هنگامی که ما به فلسطین رفتیم سوال این بود که آیا در انجا میخواهیم دوست و برادر باشیم و یا نماینده استعمار. اکثر صهیونیست‌ها ترجیح دادن از هیتلر بیاموزند تا از یهودیت. هیتلر میخواست نشان داد اگر ملتی به قدر کافی قدرتمند است میتواند بیرحمانه بکشد. از ابتدا لازم بود که ما با چنین برداشتی از تاریخ میجنگیدیم. ببینید این رژیم اسرائیل یا رژیم صهیونیستی یک رژیمی هست که اساساً رژیم نجات پرسته. شما قانون ملیتش رو نگاه کنید. الان این دوستمون گفت که این تنها رژیم دموکراتیک، نه، این توجیهی هست که کشورهای اروپایی و غربی برای حمایت از اسرائیل دارن، چرا که این یک رژیمی هست که تعداد زیادی از اونها، تاریخ رو نگاه کنید، جنایاتی که داره، یعنی شاید بیش از 150 مورد وحشتناکترین جنایات رو انجام داده. این چجور رژیم دموکراسی هست؟ دوست عزیز، شما وقتی که یک کشور رو دموکراتیک میخونید باید پاسخگوی جنایتاش باشید. اصلا دموکراسی معنیش چیه؟ من خواهشم اینه که این دوست عزیزمون تعریف کنه که اگر دموکراسی هست پس حق شهروندی یک چهارم مردم خود همین کشور شما کجا میره؟ به شما تو قانون ملیتتون تعریف کنید که حکومت یهودی هست. اگه یهودی هست پس اینا چیکاره هست؟ آره اگه یهودی هست پس بقیه چیکاره هستن؟ ببینید حتی دیوان عالیتون رد میکنه اینو، یعنی یه تعدادی از خود همین اسرائیلی ها میان و میخوان که آقا ما ثبت در مدارک شناسایی رو بنویسیم اسرائیلی، ننویسیم آقا یهودی مسلمان فلان، ولی قبول نمیشه، رد میشه. این اصلا فاتحه خوندن در دموکراسی است. خواهشم اینه که حداقل اسمش دموکراسی نذارید. من سپاس.